بخش سوم اینجا به لنز مربوط میشه، چیزهایی که شما به لنز دور میتونید اضافه بکنید. به طور مثال وینیت یه افکت لنز هست و این وینیت احتمالا شما دیدید که لبه های تصویر تیره تر میشه، فقط وسطش یه مقدار روشنه که مال لنزاییه که شاید خیلی کوالیتی خوبی نداشته باشن، ولی اینجا شما میتونید ازش استفاده خیلی جالبی بکنید. میتونید تمام توجه مخاطب رو متوجه یه نقطه خاص بکنید. به طور مثال مثلا اگه من این اماونت رو الان زیاد بکنم، من الان چون این تیک روشن میمونه بقیه تصویر رو به نسبت اون تیره میکنه یه مقدار بیشتر مخاطب من جلب این تیکه میشه. من اگه این روشن خاموش بکنم شما راحت تر میبینید. و اگر حالا من مثلا بیامش فرض کنید شما اینجا شما میبینید که دقیقا حالا این کم میشه میزان توجه روش. لنز دیستورشن کاملا مشخصه چی کار میکنه، میزان دیستورشن ایجاد میکنه. کروماتیک ابریشن رو من قبلا توضیح دادم خدمتتون. این اچ سافتنس هم شاید خیلی به درد بخوره، خیلی کارایی داشته باشه. اچ سافتنس میاد خارج از این دایره وسط رو برای شما یه مقدار تار میکنه. این بسیار 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 کارایی داره باز برای جلب کردن توجه مخاطب به این نقطه خاص. حالا این شدتش خیلی زیاده، من اگه اینو بکنمش دو، شما میبینید به محض اینکه تصویر رو مخاطب من ببینه، حالا اگه یه ذره اینجوری بیشتر چیزش بکنم، طولش رو بیشتر بکنم، چون طبیعتاً اگه آن یه آقا پسر اینجا فوکوس باشه دیگه نباید صندلیش دی فوکوس باشه، یا یه ذره اینجوری بیشتر بکنم عرضش رو. الان شما میبینید مخاطب بیشتر توجهش میره سمت این آقا و خیلی کمتر میشه حواسش، خیلی کمتر به اینجاها توجه میکنه. این تار کردن و استفاده کردن از این ابزار هم خیلی 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 کارایی داره و خیلی چیزه به درد بخوریه، مخصوصا اگر شما خیلی با عددهای پایین ازش استفاده کنید. الان تصویر من خیلی تار نیست اینجاهاش، ولی خیلی زود شما رو متوجه کسی میکنه که اینجا نشسته و خیلی سریع شما میرید اینجا، چون شارپ ترین چیزی که تو تصویر هست این آقاست. این مثلا این لنز سوینگ تیلت هم من چند تا تصویر دارم که نشون میدم خدمتتون. یه سری لنز هست به اسم لنز های شیفت تیلت که یه همچین حالتی دارن، یه همچین شکلی دارن و موقعی که روی دوربین نصب میشن یه همچین فرمی ایجاد میکنن. این لنز ها دوتا کار انجام میدن، یکی اصلاح به دلیل حالا این فرمی که دارن، یکی از کارهایی که انجام میدن درست کردن خطای پرسپکتیوه که این خطایی که الان به یه همچین شکلی هسته شما با چرخوندن این لنز میتونید به یه همچین حالتی تبدیل بکنید، اما این قابلیت رو نداره این پلاگین. کاری که انجام میده کار دوم این لنز هاست که در واقع همون به دلیلی اینکه اینا یه همچین حالتی دارن، فقط یه تیکه وسط اونجایی که نور صاف از اینا عبور میکنه شفاف میمونه و شارپ میمونه و تر و تمیز هست، بقیه تصویر تار میشه. این تصویری که شما الان میبینید اینجا با لنز تیلت شیفت گرفته شده و همیشه یه حالت مینیاتوری، یه حالت ماکت ایجاد میکنه به دلیل اینکه انگار شما مثلا از یه سری اسباب بازی دارید عکاسی میکنید، یعنی چون فقط یه تیکه کوچولو فوکوس هست یه همچین حسی میده. من اینجا باز این عکسم خدمت شما اگه نشون بدم باز به همین صورته، چون فقط همین تیکه، یعنی اینجاها کلا تارن، فقط همین یه تیکه وسط رو شما فوکوس میبینید با این لنز ها اگر عکاسی بکنید. این سوینگ تیلت شما اون تیکه وسطی رو که شارپ میمونه رو میتونید اینجا تعیین بکنید که مثلا حالا فرض کنید این تیکه اینجاست و حالا شما دقیقا میبینید این نوار باریکه اینجا شارپ میمونه، بقیه تصویر تار میشه. میخواستم بگم تیره و تار، نه فقط تار میشه. حالا مثلا من اگه همچین کاری بکنم شما میبینید که یه همچین اتفاقی میفته. باز میگم بنا به میل و سلیقه خودتون میتونید ازش استفاده بکنید. هیز باز اون چیزیه که فیلتر هیز یا فیلتر یه مشکلی که برای لنز به وجود میاد، مشکل هیز یا همون فلیره که نور میدوه توی تصویر و اون به خاطر رفلکشن هایی که داخل خود لنز به وجود میاد این اتفاق
دیده میشه. من الان نمونه شو نشونتون میدم. حالا همینجوری که اینجا با هم میبینیم، اگر شما لنزتون موقع فیلم برداری خیلی خاک گرفته باشه، یا به طور مثال توی خود لنز خوبی نباشه و وقتی که نور میخوره به این خود همین عدسی ها، این بازتابش توی لنز هی به در دیوار بخوره، باعث میشه که این اتفاق هیز ایجاد بشه، یعنی اصطلاحاً مه بگیره لنز شما. افه چیزیه که ازش زیاد استفاده میکنن الان، مثلا تو کار تبلیغاتی احتمالا یه همچین تصاویری رو شما دیدین که دوربین و خود لنز دوربین مستقیما به سمت خورشید میگیرن که این جهش میکنه توی در واقع دوربین و نور با حجم زیاد از دوربین از این تیکه لنز رد میشه و یه همچین افهی تقریبا ایجاد میکنه، ببخشید یه همچین چیزی ایجاد میکنه. حالا اینجا قسمت های نورانی تصویر رو این میاد یه همچین بلایی سرش رو میاره و این اسپیلج میزان نشت نور شماست و اون میزان چیزی میشه خدا به فارسی ترجمهش کرد، دقیقا همون نشت نوره و این سافتنس هم میزان نرمی اوناست. اگر خواستید اینا رو میتونید باش ور برید و کم و زیادش بکنید و اگر هم خواستید میتونید رفلکشن اکسپوژر رو هم زیاد بکنید. این مال زمانیه که این نور تو خود لنز رفلک پیدا میکنه و منعکس میشه و باعث میشه که اصلا خود اون نور خیلی تشدید بشه، این زمانی که شما یه ذره بین رو جلوی خورشید گرفته باشید تقریبا. اینم حالا افه فلیر و هیز هست و آنامورفیک هم که خب کاملا مشخصه، لنزهای آنامورفیک شما دیدین احتمالاً یه البته اگه عکاسی کرده باشید یه حس اینجوری دارن که اون تیکه که روشنه تو تصویر کش میاد این حالت خود فلیرشون، که اگه خواستید باز اینجا میتونید شما نورش رو عوض بکنید. الان باز توی موشن گرافیک بعضی از این خیلی استفاده میکنن، خیلی زیاد، حتی شاید بیش از حد دارن ازش استفاده میکنن، ولی اگه خواستید میتونید از این فیلتر آنامورفیک هم استفاده بکنید. بخش بعدیمون که کامراست رو من توی قسمت بعدی توضیح میدم خدمتتون.